خیلی خوش آمدید. بذارید یه مقدار در مورد ایران بیشتر صحبت بکنیم. سرچ گوگل رو که نگاه میکنیم که انتخابات آمریکا رو خارج از آمریکا چقدر پیگیری میکنن، ایران در واقع سومین سرچه. به نوعی مردم شاید خیلی پیگیر این ماجرا هستن، بینندگان ما هم منتظر نتیجه. اما این سوال همیشه مطرح هست، چرا انتخابات آمریکا اینقدر برای مردم ایران باید مهم باشه؟ درسته. سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان خیلی خوبتون. انتخابات آمریکا در این دوره، اینکه اینقدر برای مردم ایران در واقع مهم بوده، برای همه در داخل ایران و در خارج از ایران شگفتی ایجاد کرده. من فکر میکنم مهمترین مسئلهش اینه که این انتخابات گره خورده به مسائل اقتصادی معیشتی مردم. طی سالهای گذشته به خاطر تحریم‌های سختی که آقای ترامپ انجام دادن، در واقع وضعیت معیشت و اقتصاد مردم به هم ریخته. البته این همش وابسته به تحریم‌ها نیست، بخشش هم به خاطر در واقع ضعف مدیریت داخلیه. نشون میده که مردم از دولت و مدیران و سیاستگزاران داخلی در واقع ناامید و دل زدن و چشمشون رو به خارج از مرزها بسته، در واقع چشمشون به خارج از مرزها است. میخوان یه گشایشی بشه و فکر میکنن با اومدن آقای بایدن و تغییر در واقع تغییر چهره سیاسی آمریکا و جابجایی قدرت، یک گشایشی در کار مردم در ایران به وجود بیاد. قبل از اینکه با شما صحبت بکنم، گزارشی در روزنامه شرق میخوندم که امروز در ایران در واقع منتشر میشه. به قول یک پژوهشگر حوزه شبکه‌های اجتماعی نوشته بود که نظرسنجی‌هاشون میده 40-50% ایرانیا در تلگرام و اینستاگرام فعالیت دارن و در واقع 50% مردم این مدت بیشترین در واقع سرچشون توی فضای مجازی در مورد انتخابات آمریکا ترامپ، بایدن و رأی‌گیری بوده. و نوشته بود که این نشون میده که دغدغه اصلی مردم تو ایران همینه. و حالا این فقط تنها در شبکه‌های مجازی نیست که ما در واقع از راه دور میتونیم ببینیم و ببینیم، ما به‌ازای بیرونی هم داره. یعنی ما می‌بینیم تغییرات قیمت سکه، دلار، اخبارش مرتب در ایران میاد که این قیمت‌ها جابجا میشه و تغییر داره و این نشون میده که فضای بیرونی هم در واقع این انتخابات فضای بیرونی هم تغییراتی رو به دنبال داشته و کاملا مردم ایران نسبت به انتخابات آمریکا در این دوره خیلی حساس‌تر از دوره‌های قبلن. یه یادداشتی می‌خونم از آقای صادق زیباکلام در روزهای قبلی، فکر می‌کنم در روزنامه اعتماد یا شرق بود، درست خاطرم نیست، ولی تشبیه جالبی کرده بودن. گفته بودن که اگر چند سال پیش مثلا یه نفر از مریخ می اومد ایران، توی همین زمان در واقع در زمان انتخابات آمریکا همه چی سر جاش بود، مردم زندگی عادیشون رو می‌کردن، ولی الان اگر بیاد می‌بینه که همه دغدغه‌شون انتخابات آمریکاست. این نشون میده که اون چند سال پیش در واقع مردم از به لحاظ مسائل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی شرایط بهتری داشتن. الان انقدر شرایط به هم ریخته و انقدر تنش داخلی هست که مردم چشم امیدشون به بیرون از مرز هاست و اینکه تغییر قدرت در آمریکا چه تأثیری توی زندگی مردم داره. در مورد سیاست میتونیم ساعت‌ها صحبت بکنیم که تغییر رئیس جمهور در آمریکا چه تغییراتی میتونه در فضای سیاسی ایران به وجود بیاره، اما اجازه بدید همچنان ما بین مردم بمونیم. چقدر این مردم که در واقع شاید در سالهای گذشته سختی‌های زیادی هم کشیدن، تغییر رئیس جمهور براشون تغییر در زندگی خودشون محسوب میشه؟ آیا و این تغییر یک تغییر واقعی است یا یک تغییر حسی فقط؟ میدونید در واقع بستگی داره به اینکه سیاست‌های رئیس جمهور بعدی آمریکا به چه صورتی باشه. یعنی مسئله تحریم‌ها چقدر همچنان جدی باشه، آیا آمریکا به برجام برمیگرده یا نه، اون تأثیر میذاره تو زندگی اقتصادی مردم به تبع، برای همین مردم براشون مهمه. فکر می‌کنم تغییر در واقع یعنی چیزی که مردم فکر می‌کنن هنوز چیزی 100% نیست، ولی چیزی که مردم فکر می‌کنن اینه که اومدن رئیس جمهور جدید غیر از آقای ترامپ، یعنی آقای بایدن، میتونه گشایشی تو کار مردم، در واقع گشایشی تو مسائل اقتصادی داشته باشه، سیاست‌های آمریکا نسبت به ایران یه ذره نرم‌تر بشه، شاید دولت بتونه با در واقع دولت ایران بتونه با دولت آمریکا دوچار سازش بشه. ولی یه مسئله‌ای که هست اینه که این تغییرات به این زودی انجام نمیگیره، شاید یه روند یک ساله یا دو ساله رو بتونه پی بگیره، ولی باز هم مردم به این خوشبینن. اخبار ایران رو مرتب داریم رصد می‌کنیم، می‌بینیم که
تورم، گرونی‌ها، همه اینها به مردم فشار آورده، کمبود دارو، الان مسئله کرونا هست که خب شرایط رو برای مردم روز به روز داره سخت‌تر می‌کنه. خیلی طبیعیه که مردم فکر می‌کنن اگه تحریم‌ها برداشته بشه، گشایش در کارشون ایجاد بشه، حتی اگر که خیلی الان محسوس نباشه و این تغییر یه روند کندی داشته باشه، ولی رو به بهبود داره، باز هم مردم رو به آینده امیدوار می‌کنه. خان خبرنگار حوزه اجتماعی از ایندیپندنت ممنون از همراهی شما.